خدا جای حق نشسته. ما هی بهش میگردیم بابا شما منطق، شما منطق فحاشیه، منطق تهدیده، منطق ارهابه. کسی تو کتر نه ما فردا برای شما آزادی میاریم، آزادی بیان میاریم، نمیدونم دموکراسی میاریم. میگم آقا جان این دموکراسی تو با این صحبتهای شما هیچ همخوانی نداره. تو میگی فردا میایم تیر برقا رو آماده کردیم همه تون رو آویزون میکنیم، همه تون رو عدم تیغ میگذرونیم، تا میایم با تو صحبت میکنیم به خدا و پیغمبر و نمیدونم به پیر و صغیر و نمیدونم اقلیت ها و اکثریت ها و فقط فحاشی، فقط فحاشی، فقط فحاشی. منطق شما فقط فحاشیه. خودتون به خودتون رحم نمیکنین. 4 تا 5 تا گروهه که هستین دور یهو یه فراخوان میدین، میریزین تو خیابون، خب سر کله هم دیگه رو میشکنین. آخریش هم عالی پیام بود، به هم دیگه تجاوز میکنین. به هم دیگه تجاوز میکنین. ما تحت عالی پیام رو تسخیر کردیم به قول خودش به جای میدان آزادی رو. بابا بی خیال، شما اگه حرفی داریم برای گفتن آقا بیا من نوکر جد آبادت هستم، بیا با منطق بگو آقا بذار 4 نفر دلشون بشکنه به خاطر تو. وقتی میبینن تو فحاشی، بی ادبی، بی همه چیزی، چجوری میخواد به تو اعتماد بکنه؟ چجوری میخواد افساری 80 میلیون جمعیت رو به تو بده؟ نکنین آقا، نکنین. بزنه انصاف داشته باشی. یارو خودش شب تا صبح داره تهدید میکنه، میکشه، ارعاب میکنه، میگه آقا من همه تون علاقه دم تیغ میگذرونم. خب جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران وقتی میبینه تو تهدیدش میکنی دم به ساعت، میگه آقا من کسم خوله بیام حکومت دستتو بدم که تو من آویزون بکنی منو بکشی. تا آخرین نفس وای میسه دهن همه تونو سرویس میکنه. بابا شما چقدر احمقین، شما چقدر احمقین. بابا جمهوری اسلامی ایران نذاش بشار اسد که همه دنیا ریختن سرش سقوط بکنه. یه هفته پیش هم دیدین همونایی که از کشورهای نمیدونم سازمان عربی، 22 تا کشور عربی بشار اسد رو انداختن بیرون و میگفتن این خونخوار، این دیکتاتور، میلیاردها میلیارد دلار خرج کردن، میلیاردها میلیارد نمیدونم دلار و یورو خرج کردن، انقدر انتحاری فرستادن، انقدر اسلحه فرستادن که بشار اسد رو ساقط بکنن. جمهوری اسلامی ایران نخواست جلوشون وایساد، آخر سرم چی افتادم به پای بشار اسد. حالا همینه که جمهوری اسلامی ایرانی که نذاشت کل دنیا بشار اسد رو ساقط بکنه از حکومت، شما میخواین حکومت از جمهوری اسلامی ایران بگیرین؟ به قول حضرت آقا حفظهم الله، میگه شطور در خواب بیند پنبه دانه، گهی مشمش خورد گه دانه دانه. منطق تو منطق فحاشیه، منطق بیادبیه. بعد تو برای کسی داری گردن کلفتی میکنی؟ برای نظام جمهوری اسلامی گردن کلفتی میکنی؟ که ریگی رو از رو آسمون آورد پایین؟ خب روح الله زمتون رو گره. بعد تو 4 تا در پیتی میان میان میشینین کسشر میگین، گندگوزی میکنی؟ حکومت رو میگیریم ساقط میکنیم. 44 سال مردم رو با این چرندیادتون، البته بیشتر جوونا، آقا رضا میارمت بالا داداش، خب 44 سال مردم رو با این چرندیات بغزن، این نسلای جوون رو خودتون بی وجود، بی خایه، بی شخصیت. تو حالا دیدی یه مرد دعوا بکنه بچهش رو بفرسته کنار، بچهش رو بفرسته جلو، زنش و دختر بچه 16 ساله رو بفرسته جلو؟ خودتون رو قایم کردین بچه های 16 17 ساله رو فرستادین جلو، تحریکشون کردین، بعد میگین جمهوری اسلامی ایران بچه کشه.
چونی باعث هر قطره خونی که ریخته شد شمایید. هر قطره خونی که ریخته شد باعث شمایید. حیا کنین. تا کی میخواین خون ملت ایرانو بریزین؟ تا کی میخواین آبروی ایرانو ببرین؟ 300,000 مرتبه بهتون گفتم هر کی تو داخل خونش یه عیب هم داشته باشه نمیره بیرون جار میزنه. شما عیب خانه‌تون رو برمی‌دارین به غریبا و به دشمنان ایران میگین. شما اسرار مملکتتون رو میرین به اجانب میفروشین. تو هیچ مکتبی تو هیچ کشوری مورد قبول نیست. تا با تو هم اینا آدم میکشن، آقا فوش نده، تهمت الکی نزن. طرفداری از کسی میکنی که خودش فرار کرد، شما رو ول کرد، باباشو با یه تیپا انداختن بیرون، بعد خودش هیچ جایگاهی نره، خودش هم تازه میگه خرجیش هم ماماش میگیره. 70-80 میلیارد دلار پول ایرانی را هم، پول مملکت ایران هم دزدید. نه این روز کار کرده، نه کار فرهنگی کرده، نه کار اخلاقی کرده. زنش تو بغل نمیدونم دوست پسرشه. آقا یه 300,000 مرتبه بتون یه شریف نجیب با غیرت وطن دوست خدا دوست نمیدونم ندوزیده خون مردم نریخته به ما معرفی بکنین، ما میگیم آقا بهتر از جمهوری اسلامی ایرانه، ما با دست پا میدویم دنبالتون. ندارین مسیح علی نژاده؟ معصوم قومی مسیح علی نژاد؟ مسیح علی نژاد من میبینم یاد ندا یاسی میفتم، با یه گوز 1,000,000 فالو برد، آموزش استمنا میداد. مسیح علی نژاد هم آموزش جندگی و فحاشی به مردم یاد میده. مسیح علی نژاد آموزش جندگی، هرزگی و فحاشی به مردم یاد میده. وقتی خودش میگه من قبل از ازدواج حامله بودم و سولاخش کرده بودن، آخه چه لیدری شما دارین؟ به چیتون مینازین؟ به کدومتون؟ آقا یه نفر با شخصیت بیان به ما نشون بده، یه نفر با شخصیت با کلاس وطن دوست خدا دوست با غیرت از خودتون به ما نشون بدین. ما میگیم چش شما راست میگی، جمهوری اسلامی هم بی نقص نیست. آقا من یه حرفا رو میزنم در هزار هم مرتبه هم گفتم جمهوری اسلامی ایران آیه منزل از خدا نیست، نواقص خودش داره، که بیشتر نواقص و عیبایی که الان جمهوری اسلامی داره به خاطر یه مشت وطن فروش بیشرف بیناموسه که اسرار مملکت رو رفتیم فروختیم، عیب و ایراد مملکتتون رو رفتیم به غریبه ها گفتیم به خاطر اونه. حیا کنین. از من سید آیپوش دعوت میکنیم بیام تو لایوتون، میام بالا محترمانه باهاتون حرف میزنم، وقتی کم میارین یهو شروع میکنیم به فحاشی، بعد فکر میکنین سید آیپوش بچه مثبت ریش سفید شده دیگه نمیتونه جواب بده. نه دایی کور خوندی. بچه خالی بندی هایی، چه تهمت هایی، فقط همینه کارتون. افترا تهمت، توپو بندازین تو زمین طرف که بیاد یارو خودش فقط دفاع بکنه. شما کیر منم نیستین، کونیا گفتم شما رو میبریم لب چشمه، میدین ماهیای چشمه شما رو بکنن. ما که لواطگر نیستیم که میدین ماهیا بکنن اینجوری بکنن تو کونیا. ولد زنا. حیا کنین، یه مقدار حیا کنین. دنبال یه نفر باشین که آقا ما عشق بکنیم بگیم آقا این واقعا راسته، کاریزماشو داره، شخصیتشو داره، خیانت به آب و خاکش نگرده.
چون کونه هم دیگه میذاریم، چون کونک بازی میکنیم، پرچم گیا رو برمیداریم. بعد میگن سید آیوش بیا با ما باش، بیا طرف ما باش. هیچ مرد شریفی که طرفدار شما نمیشه که. شما به کون خودتون هم رحم نمیکنی، شما به کون خودتون رحم نمیکنین، بر اندازا چون کونک بازی میکنین. شما به کون خودتون بر اندازا رحم نمیکنین. رضا پهلوی آخه چی میگی؟ تنارای دعوی رضا پهلوی، رضا گوز، باباش فراری، باباش تعبیدی، پدر بزرگش تعبیدی، خودش خرجی هم مادرش میگیره، زنش تو بغل دوست پسرشه. آخه این کجا غیرت داره که بیان تنها راه رهایی رضا گوز؟ دماغ خری تو نمیفهمی؟ عقل نداری؟ شعور نداری؟ نمیفهمی؟ شعور نداری؟ نه؟ عاقل نیستی. بهتون هم گفتم از یه سولاخ آدم دوبار گزیده نمیشه. این خاندان شما رو فروختن. بعد این خاندان پهلوی، محمد رضا، خب عدالت فقط یک جا به خرج برد تو دوران حکومتش، 30 سال 40 سال که فقط یک گوشه از تهران آباد بود، باقیش حلبی آباد بود، نه برق داشت نه آب داشت، میلیارد میلیارد هم پول نفت در می آورد. یه جا عدالت به خرج داد. همه اونایی که زدش بودن عدم کشت، چه کمونیست بود، چه توده‌ای بود، چه مجاهد بود، چه اسلامگرا بود، چپی بود، اقلیت بود. اگه خوب بود که مردم نمیریختن تو خیابون تظاهرات بکنن علیش. چرت و پرت شما داریم میگین با فحاشی، ما داریم با منطق بهاتون صحبت میکنیم. توانایی تقبل منطق ما رو نداریم. یا علی یا علی. دوستان همینجوری لایک کنین، قربونتون برم، حمایت کنین، فداتون بشم. بعد میرم میگن سید آبپوش به ما اجازه نمیدهد بیام تو لایک. دیروز یه ساعت لایک گذاشتم، بودم آقا بیا حرفتو بزن به منطقی. یک ساعت خورده ای بازم دو تا ما تونستیم بیاریم اووردیم بالا. یکیش که میگو آقا من همه تونو میگیرم میکشم سر میبرم، یادتون میاد؟ میگیرم اتون میکشم اتون سرتونو میبرم. شاشیدم تو همچی آزادی که توش بیغیرتی باشه و بیشرفی باشه و قتل باشه و جنایت باشه. آخه من موافق چجوری به تو اطمینان بکنم؟ امثال تو که میخوای چیز بکنی چجوری به تو اطمینان بکنیم؟ تو که همش دم از قتل و فحاشی و بیغیرتی و بیناموسی میزنی چجوری به تو اعتماد بکنیم؟ چجوری مردم به تو اعتماد بکنن؟ تو که همش دم از فحاشی و بیادبی و قتل و جنایت و تیر برق و شکنجه و میکنی، چجوری مردم به حرفای شما اعتماد بکنن؟ شما رحم به کون خودتون نمیکنید. درخواست بفرست میارمت بالا. سلام. سلام، خوبین؟ سلام، درود بر شما بانو، خیلی خوش اومدین. تشکر، زنده باشی. شما خوب هستین؟ حالتان خوبه؟
الحمدلله، شکر خدا بانو بزرگوار، محبت کردین تشریف بردید، در خدمتتون هستم بانو. عزیز دل هستیم، موضوع لایفتان چی هست عزیز؟ والا موضوع ما راجع به یه سری هستن که معلوم نیست اهدافشون چی، اهدافشون رو فقط با فحاشی دارن بیان میکنن، با تهدید، با فحاشی، با بیتربیتی. بعد میگن ما دلسوز ملت ایران هستیم و آزادی میخوایم براشون بیاریم. کسی که صحبت از آزادی میکنه دیگه مردم رو تهدید نمیکنه. کسی که میخواد به مردم راه و روش زندگی و آزادی بیان یاد بده دیگه مردم و مخالفش رو زیر تیغ نمیبره. درسته؟ درسته. شما راجع به مردم ایران صحبت میکنی و به افغانا؟ نه فعلا حالا مردم ایران داریم، اونایی که مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران هستن، مردم افغانستان هم نور چشم ما هستن، مردم محترم خوب. سالهای سال ما داخل ایران با این مردم زندگی کردیم، خیلی مردم خوب محترم زحمتکش بودن. ایشالله این دوتا کشور در کنار هم به بهترین نحو زندگی با قول برای ما هم زندگی کنن و به یه نقطه برسن که دیگه محتاج هیچ اجنبی نشن. آمین آمین، همینجور که شما میگین برادر. دیگه ملت ایران الان که خیلی زیر سکنجه هستن، مردم اذیت میشه واقعا. همین دو سه روز پیش 3 تا جوان اعدام کردن. اشتباه میکنی خانم، این 3 تا جوان قبلا ببینین نیروهای انتظامی اینا رو گرفتن، این 3 تا جوان خودشون اومدن تو دادگاه اعتراف کردن. خب خودشون هم نهایتا میدونستن که آقا اعدام میشن. خب کسی که دیگه میدونه مرگه دیگه حرفشو میزنه، خودش کاملا داره میاد میگه آقا ما کشتیم، ما اینجوری کشتیم، ما اینجوری مردم رفتیم تیراندازی کردیم، چندین نفر رو کشتن. خب تیراندازی کردن، خب دولت هم نظام خودشی داره، قوانین خودشی داره خواهر گل من. هر کسی که جان مردم رو به خطر بندازه هیچ کس باش به قول معروف چایی نمیخوره، بالاخره باید طبق قوانین اون کشور باش برخورد بشه. درست میگی شما، راست میگی. خب یعنی اونا، من شنیدم که میگفتن که ما را به زور تو دهن ما این حرفا را گذاشتن. اونا ما نمیفهم دیگه الان شما من به قول خودشون نه. میگن اینا آدم رو اعدام میکنن، درسته؟ بالا برن پایین برن اعدامشون میکنن. کسی که الان دم مرگه چجوری یکی به زور میذاره دادم؟ یا من حرفمو میزنم دیگه، هر چوری شده بالاخره اینا منو میکشن، ولی خودش داره میاد میگه آقا ما کشتیم، ما اینجوری آدم کشتیم، اینجوری اسلحه خریدیم، اینجوری. آره بابا، اون امی دیروز بود، امروز مخبار نگاه کردم، امروز بود یا دیروز، فکر کنم دیروز بوده، 3 تا افغان هم اونا اعدام کردن. یکی مردش در ایراد رسیده، 2 تا دیگهش نگه داشته، گفته باشه ایران بعدا برتان میفرست. خب دیگه هستش کشوری که ببین هر اعدام داشته قوانین دیگه قوانینه. ببین الان من نمیدونم شما کجا زندگی میکنی، چه قوانینی هست برادر، چه قوانینی هست؟ مردم ما که نگفتیم شما خودتان کجا زندگی میکنید؟ من لندن زندگی میکنم بانو. شما لندن هست؟ شما دیگه الان خود لندن هستی، من در آلمان هستی. زنده باشی قربان عزیز هستی. الان دیگه اینقدر آدم کشتن مثل گنجشک. الان به قول این دوستمون تو آمریکا هم اعدام میکنن. 53-54 تا ایالت داره، یه نزدیک 10-15 تا از ایالتاش هنوز اعدام میکنن. خب بالاخره قانون دارن دیگه، میگه آقا این قانون این مملکت. خب هر کشوری اگه این قانون چرا قرمز رو رد بکنی باید برخورد میکنیم، هر کشوری قانون خودشو داره. آخه ایران خیلی زیاد داره. ایران حالا بالاخره حالا خوب کم بد قوانینش داره دیگه، باید احترام به قانون گذاشت. شما الان میخوای بری افغانستان، باید مثلا تو آلمان راحت میگردی، میری تو افغانستان باید چیه میذارین سرتون؟ چادر باید بپوشی، حجاب باید بکنی. خب قانون اون مملکته، مجبوری رعایت بکنی دیگه. ما از افغانستان برادر خیلی سال هاسته که برامنیم تو افغانستان، اصلا ندیدیم، نمیخوام هم ببینیمش.
منظور کشور صحبت کشور. میگم هر کشور. الان مثلا تو پاریس که مهد آزادیه، هر روز تظاهراته، وقتی مردمش میرزن تو خیابون تظاهرات میکنن، بانگو میزنن، میشکنن سطل و زباله، آشغال آتیش میزنن، خب یارو پلیس باشون برخورد میکنه، میگه قانون میگه ممنوعه. مگه اینا دموکراسی نیستن؟ کشورهای متمدن نیستن به قول خودشون؟ برای شما درست میگید، هر کشور قانون خاص خودش داره دیگه. باید ما چیزی گفتن نمیتونیم، دیگه ما هیچی نمیتونیم دیگه. خیلی وقتی خوشحال شدم شما بانوی عزیز، شما خیلی خوشحال بهتر از قربانت عزیز هستی برادر، تشکر که ما رو بالا آوردی عزیز. خواهش میکنم. لایو من متعلق به همه اجزای بزرگواره. ممنون، مرسی، تشکر از عزیز، زنده باشین، زنده خوشحال باد ایران، زنده باد افغانستان، زنده باد هر چی انسان خوبه. زنده باشی، خودت زنده باشی با دوستانت عزیز. ده همچنین وقت خوش بود. همچنین 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 یا علی، خب آقا هر کی میخواد درخواست بده بیاد بالا، من باش درخواست بده، من بیارمش بالا در خدمتیم. آره مثلا تو الان ریدی تو اعتقادات ما، واقعا ریدی به نظرت؟ تو باید استغفرالله. دیگه کی درخواست فرستاده؟ رامین هایت نام لایوه. رامین سلام آقا سعید، چه خبر؟ سلام بزرگوار، خوبی؟ خیلی خوش اومدی. رامین هایت نام لایوه، خوش باشی، ممنون. یه لحظه آقا رامین هایت نام لایوه، آقا رامین هم تو لایوه؟ فکر میکنم اون تعمه ها میبینم هستش، ها نمیدونم هنو تو لایوه یا بیرون شده، دقیق نمیدونم. من کس به اسم رامین نمی بینم تو لایو، کسی نیست. میره تو لایوهای دیگه میگه سید احترامشو داریم، مرد بزرگیه، بعد بچه کونی های حرامزاده زنازاده میان بیادبی میکنن، خب به ما هیچی نمیگی. ما یارو میاد، من اون شب من لایو رو قطع کردم، نه خودش انداختن، دعوای شخصی داشتن، نه خودش انداختن پایین، نه آقا رضا و اینا رو ابی رو نه انداختن پایین، خب اجازه بیادبی به کسی ندادم، دعوای شخصی اجازه، کسی حق نره داخل لایو من اجازه دعوای شخصی بکنه یا به هم دیگه توهین بکنه. بعضی ها پر رو بعد میشه، میره توی لایو دیگر ها، اونا فش خواهر مادر به ما میدن، خب بعد آقا اینجوری اینجوری میکنه، تایید میکنه، نمیگه آقا همشهری منه هم خون منه، بعد میگه من ناراحتم، تو چرا افغانی ها رو میاری تو لایو؟ خب خودت بیا، خودت میاد دعوای شخصی را میندازی، ده والله دفعه یک ساعت دو ساعت من اردمت بالا. افغانی ایرانی نداره، همه ما من افغانی آدمیم، ایرانی نداره دایی، مؤدب باش. من اصلا این خانم محترم آدم هر کی طرفدار مؤدب منم، باشه قوانین لایف رو بدونه بیارش بالا، اگه دیدی فوش میده بندازش پایین. خودمون هم باید احتیاط کنیم. حالا شما هم حرفای زشت گفتین، بچه ها بعضی از یاد میگیرن دوباره اومدن بی ادبی کردن، ما جواب بی ادبیشون دادیم، تحمل ما هم یه اندازه به داره. نظر من، تو لایف هایی که شما دارین نباید کامنت هایی که غلطن، کامنت هایی که زشتن نباید بخونیم. بهترین راش اینه که نباید بخونیم، اگنورش کنیم. اینم هست. بله سلام آقا، آقا سید علی موسوی، خیلی خوش اومدید. سلامت باشین دوستان، شما هم خسته نباشین، تشکر از این که ما رو از جمعتون پذیرفتین. همچنین آقا محمد آشوری، ببینم این بنده درخواست بفرسته یا آقا درخواست فرسته. اسم این سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت سلام. خیلی خوش اومدین دوستان. سلام و درود به همه دوستان عزیز، فارسی زبانان عزیز، خوب هستین؟ حال شما خوب هستن؟ بدترین جان پنجور است، انشاءالله که روز شب
خوبی داشته باشین همتون. همچنین شما بزرگوار. سلام، چاکرم عزیز دل من آقا امین. خوبی؟ سلامتی؟ خبر خوبی؟ الحمدلله همه چی خوب. پلاس فرامی نیوز قدر بشم. شما خوبی؟ چه میکنی؟ در خدمت تو هستیم عزیزای بزرگوار. ارادت دارم بچه ها درصد زنگی دوربین ببینید الان اختار میاد از گوشی تکون میخوره بعد پشت فرمون هستی. اگه ثابت باشه مشکلی نیست. این چیزی که به ما یاد داده درست میگی. اتفاقا بغل نصر راننده حرکت کن خلیل کاکا حرکت. او مای گادنس جیزس از لورد سوری برو سوری. نزدیک بود یه ماشینی بزنه تو من چپو دیدم راستو ندیدم زنه شد گاز اومد. مراقب باش تو. چه خبر؟ آقا که تو هی میان آقا ولش جواب ادب رو نمیدیم بقول این شنیدم بعد طالبان گفته میخوایم ایران رو بگیریم آقا سید. میخوان بگیرن ما باید مثلا خیلی مظلوم واقع قرار گرفتیم. آب و قد کردن دیگه مجبور شد بیرون نوشابه بخوریم. خب آقای تی اچ آقای تی من چشام نمیبینه خدا تی اچ خب آقای سید بچه من میشنم پشت فرمون. این دوستم یه خورده چیزه میشنم پشت فرمون میام مجدد تو لایف چون واسه گاردن یه چیز خریدیم برای گاردنمون. اون بنده خدا محبت کرد اومده چون ون داره خب پاشم درد میکنه نمیتونه گاز بده آروم میرونه. من میترسم وسایلی که خریدم بزنه در از پشت بکنه. خب مراقب باش میشنم پشت مراقب فرمون نوکرت دم عزیزی میشه کس نگو حواس مردم پرت کنی. سعید که میگه کس نگو شعر نگو کامنت های زشت رو نخونید آخرش نفهمیدم چیه ولی اولش داده کس نگو کس بابا اسم نگو. من دلم حواس کرد خدا خیرت بده جوون دنبخت آسید رزا آقا سعید توریس بزنی شد توبات کنی بچه ها. من با اجازتون من برم. سلام سید. سلام رضا جان حالت خوبه؟ خوش اومدی. اون اپا اومده یارو زده رجوع حالت کردی؟ کردی؟ خیرند داله که خوارد خوارد افغان لنگوش افغانی صحبت کردم نیستش کردی نیستش افغانی بود عشق من. چطوری رضا جان حالت خوبه؟ عشقم های سید جون نه بابا من سر کار میام ازم بریده میشه الان من سر کار بودم یعنی میخواد صحبت بکنه دونه صحبت بکنه. نه رو اینا خداشونه تو برم خواهی نمی کنم منو ببرم بالا تو پیجاشون هیچ موقع اینا بچه من برم با اجازت این نیم سر میام. خب دوستان اینا دعوتت میکنن تو پیجاشون ده نفری میریزن با دمت گم کارشونو میگن. دیدی من چی مادرشونو به ازاشون نشوندن بودم میدم مایی های چشمه ما با کنالتو. آقای من با اجازتون برم چون دیگه واقعا من دوربینو برمیگردونم یه سیگار بکشم. رضا با دوستان صحبت کن دایی رضا اونا بیان بدونه تو بشم. سلام دوستان نباشی آقا رضا من دوربینو برمیگردم خودم تا یه سیگار بکشم با اجازتون. بابا خواهی دارم بابا اکثر بچه من یا به همشهری هم دیگه اصولا همشهری هم خواهی دارم نشه بازی وسط آلمان روزی 500 یورو نشه بازی میکنم ما در جنده شما پول سیگار ندارید بکشید. اینم خونه زندگی منه تنها زندگی میکنم خونمو نگاه کن. بذار خونمو بهت نشون بدم کار کسایی چونی تنها به کی فوش میدی آقا رضا؟ به اونایی که دارم بیادبی میکنن در به اونایی که بیادبی میکنن فوش میدن به اونا فوش بدن به اونا بدن حالا به ما فوش نده که ما تانیم نه با شما معرفی نشدیم باش
نه آقا خونه زندگی من یا که من تنها کسکش شما من پول مواد دمام دارم این دو تا اتاق اینجا خالیه فهمیدی؟ یه پذیرایی اینجا هست حالشو ببر کسکش چه قالینی به به قالی ایرانیه دردم دست خوب مواد دم میزنم دمم گرم وسط آلمان کار میکنه بزن ماشین هم دم خونه سر زدن بالا خدا بیشتر بزن برگونه والا شما پول سوسیال نگیر برو کار کن یارو اومده بود شماره به سید الان میگم بابا خب شماره دادم بهش خب شماره دادم هم تو چیز منو بذار کرده اومده واتساپ زنگ میزنم تصویری تصویریش کدومشون نمیدم سریع بلاک میکنم فقط فوش و فوش 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 همینه کارشون همینه متاسفانه بهش گفتم من صوتی نیستم داداش هرچی فوش داد گفتم هر موقع سری تصویر بهت میگم ننه کی پسر زایده بلاکش کرد دوستان مهربانی لایک کنید سفر را ممنونتون آقا رضا کار چیه تو آلمان کار چیه آخه داداش مغازه دارم داداش مغازه دارم بسیار عالی همین خودت کار میکنی زحمت میکشی ای خودش واقعا خیلی زیباست آره بابا تنهایی هم زندگی کنیم بزرگی خونمونم خوش که همه چیدم داشت من بعد از زورا میام تو لایو سید بیکار نیستم این اینا صبح تا شب یا فوش بدم به مردم من از سر کار من خودم ساعت 5 بجه میرم ساعت 3 بجه تعطیل میشم از کار میام پس خونه تو نروژ هستم من آلمانم بودم البته آلمانم یه چند سالی بودم ولی توی لایو زشت فوش بید یا فوش بنویسن زشته اصلا زشتی داشت اینا دیگه کار دیگه بنده خدا از دستشون بند نمیاد خدا اینا رو مریضن خدا اینا رو شفا بده چی بگیم دیگه ما جز دعا هیچ کاری نمیتونیم بکنیم نه بابا یارو نیومد دیشب قرار بود هر شب داداش 6 سال قرار بیان اینا ما رو بزنن یکیشون رو نه تو خیابون دیدیم نه اینجا اینا 8 ساله میخوان منو بزنن توی اروپا و ایران تو غرب هیچ کی نمیتونه بزنه بابا داشت اینجا تو غرب اینجا هیچ کسی نمیتونه آقا کسی رو بزنه اینا فقط تو مجازی شیره روبرو همش ماده میشه میدونی یعنی تو مجازی شیره وقتی که روبرو میشه اینا ماده رو از حیف ماده نام ماده ها را رویش میذارید روبا میشن از زن ازشون با غیرت تر میشین روبرو بگیرید فقط تو مجازی همه شیر هستن آفری من به خاطر همین کاریشون نداریم میگیم بذار فوش بدم یه مولا هم دیگه سید فقط از این خواهش میکنم جون هر کی دوست داری پیج خودته برو ولی نرو تو لایواشون نه دیگه دایی اینا ببین دیگه برای من ثابت شد که انسانای بی منطق فحاشن فقط آفرین هر چی بری اینا فقط مستقیم نیستن هر چی میگی فقط فوش میدی فوش میدن آره من دوست ندارم بچه معلم بری یه جا نه دیگه دایی باید اینا چی گیرشون میان از فوش دادن هیچی داداش مریضم آره بابا تو کمپا موندن آقا مثلا یک تو کمپا موندن یکشون آقا مثلا راست چی خانوادگیشون هستن مثلا تو همینطوری با فوش بزرگ شدن آقا مثلا تربیت خانوادگیشون هستن آقا مثلا فوش میاد تو مجازی هم مثلا مشخصید خودش افغانم بابا افغانی افتخار میکنم خب افغانی هم مادر جندا افغانی ها شما را لبه کش ننا فوش نده فوش نده فوش براتون کی بود افغانی بود براتون نه افغانی ایرانی افغانی نداره هر کی با ادب من خاک پاشم
همه انسان ها با هیچ به نظر من آفریقایی آسیایی مثلا هر انسان انسان هستن، هیچ مرزی ندارن، هیچ فرق ندارن. اینا فنگانن افغانی میگن من ناراحت میشم یا فلان، افتخار میکنم افغانی هم، عرب بودم افتخار میکردم، بچه شیعه هم چه پاکستانی چه افتخار ما بچه افغانی نداره. همه شاید دست ما شما فراری تو ایران اومدیم، ان المؤمنون اخوه، اخوه شیعه سنی نداریم داداش، ایرانی افغانی نداریم، هر کی با ادب تاج سر منه. باریک الله نداره، درسته همه برادر، هر کی که با شعور و با فهم باشه فرق نره، از هر ملیتی هر جنسیتی هر نژادی باشه، من فقط منظورم با این چیزا هست. آقا صاحب با عذرخواهی میکنم، هر که مکتب رفت آدم میشود، نور چشم خلق عالم میشود، هر که از مکتب گریزان میشود، مثل خردم زیر پالان میشود. سرمایه مکتب اینه. آفرین طرفداراش والا، طرفداری که نره جز فوش، من که نیدم صد نفر طرفدارش باشن. تو حالا مثلا اینجوری ببخشی واسه در بدی اینجوری میکنی که من نیام، من تو لایو سید نیم ساعت میام نه فوش میدم نه چی. منظورم این نبود، منظورم نه با این ایش با یکی دیگه. بله یعنی وقتی که انسانیت با وجود آمد، انسانیت مرز نمیشناسه، جغرافیا نمیشناسه و کوه و کوتل نمیشناسه، سیاه و سفید نمیشناسه، پس انسانیت دیگه از محبت خاره ها گل میشود. پس وقتی که انسان محبت میکنه برای هم دیگر، او بهترین زیبایی و با ارزشترین زیبایی را برای خود داره. درسته، ولی این تیپ آدم ها داداش وقتی محبت و به قول معروف گل بهش میدی، نفت میریزه روش، یه کبریت میزنه زیرش آتیش میزنه. بله بله بله، قابلیت دیدن زیبایی و ادب ندارن اینا داداش، اینا موظفن که ما رو بی ادب بکنن مثل خودشون. متاسفانه ما هنوز به اجتماع انسانیت دست پیدا نکردیم و بعضی ها خیلی ها فقط مادرشون زایده تحویلی بزرگ کرده برای پوش دادن و توهین و تحقیر. داره اگر اونا خواهر مادر داشت بکنن یا فحاشی کنن. دقیقا بیا یک موضوعی را مورد بحث قرار بدیم آقا صاحب که بتونیم دربارش صحبت بکنیم. من در خدمتم، من لایو متعلق به شما، هر مبحثی که میخواین صحبت بکنیم من استفاده میبرم. باشه برو بیرون عزیزم، قربونت برم، برو بیرون. یه نفر خیلی با من دشمنه، دوست دختر من بوده قبلا. به خدا من خدا این دختره دوست دخترم بود قبلا. نه بابا به خدا سید، من اینجا خاطرها زیاد داشتم سید، الان یه شخصی بهت نشون میدم. اگر خواهی جهان در کف اقبالی تو باشد، خواهانی کسی باش که خواهانی تو باشد، پس تو خواهانش بده که خواهانی تو گشته. اینم بوده دیگه، خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد، خواهان کسی باش که خواهان تو باشد، این گونه اگر نیست به دنبال خودت باش. بله ممنونم از حمایتتون، از زای بزرگوار که گل گذاشتین. سید و بچه‌ها لایک کنید، شما که بالایی همه لایک کنید، گل میذارین، ممنونم، سپاسگزارم. منقل بذار داداش، من زدم توپ به توپم، شما بیاین بزنید، پولشو دارید بزنید ندارید دیگه، خماری بکشید همه با نشی باشید. آقا سیاوش فدات بشم، زنده باد زنده باد. اینم از این. خب سه چه خبر خوبی ردیفی؟ والله همه چی خوبه، مرتب به لطف پروردگار نفس میکشیم تا ببینیم خدا چی میخواد، آخر عقوبت این آزمایش های الهی چیه، آخر ببینیم، فقط دست به دامان خود خداییم.
همه سربلند همه من داریم میریم یواش یواش، باید چیزه یه انسانی را از خود نرنجانیم، یه انسانی را از خود اذیت نکنیم. سلام سرباز، نوکرتم دشمیتی، خوبی؟ بیا بالا دشمیتی، سیدو میشنازیم ایتی، بچه معلمونا عزیز دارم انا، سرباز زده بچه جوان مرده دشمیتی، با ادب با شعور. آره اونی که زده سربازونو بیارش بالا سید، با ادب مشیین خود. درخواست نفرستاده دایی، درخواست بفرسته میاریمش بالا. عکس چیز زده بابا، ولکن بابا، بگیرمت، همه میخوان منو بگیرمت، بلمون کنین تو رو امام حسین. 10 سال این اینی که 45 سال دارین جمهوری اسلامی رو میگیرید، 10 سال منو تهدید میکنید بگیرم، همه تون بلاکم میکنید. واش آقا شما ما رو زدی بگیری، هر موقع گرفتی خسته شدیم انقدر آدرس دادیم و شماره دادیم، بله اون کنید، آخرم بلاک میکنید، تصویر نمیدید. بله کن آقا شما ما رو زدی. این سرواز که گفتیم درخواست بفرستم میارمش بالا دایی. داشمیتی هستی؟ درخواست به دمومیتی. مجازی اینقدر فوش بدین تا جر بخورید بابا، اصلا لیاقت حیف این گلو آدم نیست فوش بده. تو پیج خودم که خواهی نمی کنید، یکیتون رو نمی بینم، فقط تو پیج سید، اینم به خاطر سید چیزی نمیگم. عشق من خاموش تا صبح فوش بدید. هر موقع وجود بشید تو پیج خودم بیاد. الان من میام. آله ها سید رب مادر جنده، بیان تو پیج من شیرخاره تا کیرخاره نر مادتون رو سوار بشم. خارکوسای کونی مرد زندتون رو میگم، خارکوسا تصویر بدید. این کامنت های زشت رو نخون، عصبانیت میکنه تو که آخه یه مش بیخایف، یه مش تو بمیری، من تصویتی نیستم، همه منو میشناسن، تصویر میدم همش بهشون آدرس و شماره میدم، باز میگن بگیرمت فلان اینجوری اینجوری. کسکشنن ها 100 تا هن، اینا یه مشتوازی هستن، خواهی ندارن. ببین خواهی ندارن خودشون رو به من نشون بدن تو تصویریش کدوم، همه من سک میترسن، همشون میترسن که یه جا بیرون نگیرمشون. یارو تو خارج نشسته تصویر نمیده از ترسش، دیگه چی بیاد آدم با اینا به جنگه؟ فقط بلدم میگن ساندیس خورد فلا اینا به مسلمان ها فوش بده، اینه کارشون هم. کامنتشون رو بخونی اصلا لازم نیست. نه من نمیخونم به جون تو، اصلا من صبح داشتم نیستم، اصلا من اینو ارزش قائل نمیشم به جون مادرم، من سیستمم همینه، اصلا نه عصبی میشم نه من اینو 100 تاشون خواهی نردن، منو میبینن سریع تو پیجاشون، این اومده این اومد بلاکش کنید، از ترسشون بلاکم میکنن. رضای اومد، رضا سروری اومد، بلاکش کنید بچه ها فلان، اینقدر من میترسم. فقط تو پیجت میان یه دریوری میگم، اونم به عشق سید خاموشیم. تو پیج خودم هم که جرعت ندارم بیان، تو پیجش خودشونم منو جرعت ندارم بیارم، دیگه با کی به جنگم؟ دارم با دیوار میجنگم، فایده ای نداره. نه تو مجازی وجود دارم نه واقعی، خودم با کی گلومو در بیارم. سلام سید. سلام، خوش اومدی. خوبی؟ دورت بگردم. ببخشید من میخوام جواب این تاپاله رو بدم، عذر میخوام از شما. من فدای قد و بالات تاپاله بابا، تو کون که شاخه چه مادری درست صحبت کن، کسی جرات نداره فلان و فیسار. خب نداره دیگه، خارکست تصویر بده دیگه. سب کن تصویرام میگم. رشته بابا این حرفا چیه؟ نه بس سید بیا تصویر بده جون مادره، ایشالله که اینجا مذارت باقی شده با هم دوست میشن، اما همون همزبونیم یه حرفا. نه بابا خدا نکنه من با وطن فروش و ضد دین دین اسلام بیا تا پاله بیا اینم تصویر ببینم چه گویی میخوای بخوری. خدا پدری تو بیامرز، الان چیه؟ الان مشکلت چیه؟ تصویر دادی خدا رو شد، کجا زندگی میکنی؟ آلمان. کجا آلمان؟ جلو همه تو 50 نفره شماره تو
شماره رو میذارم آدرس بده. مشکل چیه؟ خودت هم نمیتونی بالا کنی آقا. نمیتونم کسشرا بابا برکن حرفی برکن. نگاه اومدیم بالا نداره بیاد آقا. نداری دیگه چون ننه تو الان میخوای فوش بدی، فقط میخوای داری فوش میدی دیگه. خب من مشکل داری صحبت میکنم. تحویلی که توش بزرگ شدی نیست، اینجا یه کشور خب نیست. خب کاسکش ننه فوش نده دیگه، میدونی نیست گو میخوری فوش میدی. خواهی نداری دیگه آدرس بدی، برو پایین. کسی جرأت نداره نداری دیگه چون آدرس نه آدرس میدی نه شماره. قانونیه بعد گو نخورید. ساکت بشی لبه که یا خامنه ای تموم شده را شاشیدم تو دهنه. نه 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 آقا نه 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 ازه نمیدم از آقا 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 ما چیکار کنیم؟ شما دوتا بزرگوار رو با هم آشتی بدیم. آقا ما با کسی دعوایی نداریم که من اینا نمیشناسم. صحیحه آقا چیکار بکنیم دایی؟ من نکردم. من با کسی از شما بزرگتره. خب آخه صحیحه، وقتی نمیشناسم کسی رو من چه دعوایی مجازی چه دعوایی؟ الان گفتم مشکل داری، میگه خواهی دارم تصویر دارم، میگم من مشکل داری خواهی ندارم دیگه. 10,000 بار شماره دادم، آدرس دادم، باز اومده میگه آلمانه. خب آلمانه با ادب باشید دیگه. آقا آقا اگه آلمانه با یه میکروبی مثل تو ما چه جوری با ادب صحبت کنیم؟ آقا داداش میکروب چون چه؟ آخه تو کیون باشه لهجت بلد نیستی صحبت کنی؟ من میگم میکروب بدن دنو سفیده، به قرآن مزه عرقی. جون 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 کونت میخوره. ببین کونت رو بخورم من میخوره بابا. میخواره دیگه، بیا بخارون. چاقال 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 نیستی؟ داداش آقای اسکای، داداش بچه کجایی؟ بچه کردستان. کردی دیگه، خلق کوره آموزا، خلقی بکن هر بیجی آموزا. تا سر منی عزیزی عزیز خوشحالتی برادر من عزیز من. الان اردیمت اینجا با هم عشق بکنید دایی. این فوش فوش کاری نه تو میرسه به اون نه اون به تو میرسه، درسته؟ سه ما مسیرامون جداست، فقط آره مسیر فکری عقیدتیمون یه طرف، ولی هم که فارسی داریم صحبت میکنیم، هم زبونیم، سعی بکنیم هم تو غریبی هم رضا غریب، اکثر ما الان که تو لایویم بچه غریبیم، بچه غریبا اگه هوای همدیگر رو نداشته باشیم کی هوای ما رو داشته باشی دایی؟ اگر با کردی قصاد لگال کنم کردی من تیه دگی؟ کردی تم تیکم آموزا، ولی که چون الان بیشتر مردم خلقانه دیره فارسی قصیه کردن الان آقا بشیم و فارسی ورد یک بشیم. باشه بس بس شکت پید الان خود لوانه دور را گره با خود عیبه هر ونده هر بجی. زور سپاسم کرد، زور سپاسم، خوش بوی. چرا عیبه؟ نگفتیش میگه واسه چی عیبه؟ نه هیچی نیست آقا، در پناه خدا باشی. واسه سید؟ سید خودت بنداز پایین، من نمیدونم. باشه باشه باشه، خدا حافظ خدا حافظ. آه چیزمون کجا شد؟ ای داده هوار، انشالله که دلا به هم نزدیک بشه، هیچکی با هیچکی مشکلی داشته باشه. اگه والا ما با خدا ناراحت میشیم، ناراحت میشیم. اگه ما سعی کنیم همه رو میتونیم به هم آشتی کنیم. اگه ما طرف بگیریم، طرفداری از یکیشون کنیم و اون دیگه رو بگیم ملامتش کنیم، دیگه هیچ به هیچ جایی نمیرسیم. همیشه سعی کنین دو تا برادر و دو تا مسلمونه که با هم ناراحتن بهشون بگین که راحت باش. چرا متوجه نمیشین داداش؟ ما نه با کسی مشکل داریم. الان پایین نوشته دیدی هیچ گوی نیستی؟ اون یارو گوی نبود، اومد بالا. هر کی میگم با من مشکل داره، آدرس میخواد، شماره میخواد، میگم بیا بالا تصویر بده، اومده بالا. خب تصویر داده، خب دادی که دادی، یکی تون خواهی داشت تصویر داد، تموم شد. ما کسی مشکل نداریم. بعد میگه اینجا آلمانه. خب آلمانه درشو بذارید دیگه، تموم شده رفت. تموم شد. اون بنده خدا هم بچه بدی نبود، معلوم بود داستاره. بچه زیاد بدی نبود. حالا با هم اختلاف عقیدتی فکری سیاسی دارین، اون به کنار انشالله، ولی همین که بچه غریبین گذشته از قومیتتون، باید سعی بکنیم در کنار هم باشیم. الان هیچ کدوم میتونه اینجا پدر مادر بالا سرمون نیست، به همون ایرانی همون که فارسی صحبت میکنه، ایرانی افغانی نداره، با هم نباید جربت و دعوا بکنید. آخه مجازی رو داداش جدی نگیریم، ما که نمیگیریم، ما اصلا دعوایی نداریم با کسی مجازی. به قرآن اگه من به امام حسین به جون چارتا اون، اگه من اصلا مجازی رو
اصلا حساب کنم، اصلا صبح تا شب نیستم. حساب کنه رو شادم، راست میگه آقا. اصلا رو آدم مجازی، رو آدم مجازی چی رو بیایم حساب کنیم؟ دو سه تا رو که قدیم میان، این سید از قدیم رفیقامون رو میشناسیم، میام اختلاط کنیم. من تموم شده رفت. این که فوش میاد، این که فوش میدن خواهر و مادر هم دیگه رو فوش میدن، این دیگه بده، این دیگه زشته. تو این سن و سالی که ما آقا قید هستیم، با این سن و سال بیان جوابی ادبی بدیم به خدا. من نمیدونم اینا کجا هم چجوری هم از کجا تربیت شدن به خدا. والله من که خجالت میکشم، با این سن و سال بایستیم جواب فوشاشونو بدیم. این حرفا رو به خدا من میشنم خجالت میکشم به خدا قسم. داداش اینا اصلا مجازی هم، تو همین مجازی هم پدرشون در میان. ما مجازی نیستیم که، قربونت برم. ما تصویریم، یه نفر آدمیم، هر کی جلومون بود خواهی داشت فوش بده بیاد جلومون، تمام شد و رفت. حالا فوش دادن که به تو نمیرسه. میدونم، من همینو میگم، میگم تا صبح فوش بدن نمیرسه به ما، که خواهی داشت تو رومون بیاد بده. میگم من منظورم همینه دیگه، فوش با دعوای دیگه، ما همینو میگیم. آره یه لایف خوب و خوش براتون آرزو مندم، خوشحال شدم. زنده باشی، زنده باشی، زنده باشی. جنوب شهر فوش سلام علیکشون رفیقا به هم میخورن چطوری فلان فلان شده، عادیه فوش که ناراحت نمیشه. والله ما تو عمرم با هیچ کس فوش شوخی اینا نداشتیم. الان هم در 30 سال تو اروپا هم دایی به والله، به غیر از این چند سالایی که بعد از سکوتشون جوابی ادب رو دادم، ما توی 30 سال بگیم حداقل 27 سالش 27 فوش از دهنمون نیومده بود بیرون. من نمیدونم این ملت چی پیدا کردن، چی گیرشون میاد، کسی پول تو حسابشون میریزه، خونه به اسمشون میریزن که فوش میدن، من نمیدونم. بابا میگم هیچ گویی نیست، بیا جلوی من ببین گویی هستم یا نه. یکی میگه معتاد، بیا ببین این معتاد چیکار میکنه. ما نیستیم، درست میگی تو، بیا جلو من، یکی تو میاد جلو من قرار بگیره ببین رو هوا هست یا نه. 2 دقیقه هیچ گویی نیست، منم میگم هیچ گویی نیست. حالا این مجازی، خاطر مجازی رو جدی نمیگیری. ببخشید این مجازی هم بدبختی یه حرفیه که. سلام، سلام داداش. سلام آقا، خیلی خوش اومدی. همین آقا کیه میگم بیا جلوی من؟ من آلمان هستم، هر کجا بیا، هر کجا باشی من میام. همین الان بیا، همین الان میای، بیاش منو فالو کن. فالوت کردم شو، خب تو اینجا اینا فالوت کردم شخصی. حالا اومد دیشب هم زدی وایسا، سه دقیقه وایسا، چی گیرتون من داداش؟ سه دقیقه وایسا، دیشب 10000 نفر داداش گوش کن، عین تو گوش کن، گوش کن بعد حرف بزن، گوش کن، گوش کن. دیشب 10000 نفر عین تو اومدن شماره خواستن، درسته؟ دادم، میان فوش میدن، فرار میکنن، بلاک میکنن. تو قیافت قیاب بچه آخوندهایی، تو قیافت به آخوندهایی میکنن. خب تو هم بچه رشدی های قیافت کونی تو آینه دیدی؟ چاقا؟ نه نه تو این نکن، نه دایی فرق نمیکنه. نه کجایی؟ من بیام پیشه تو رو خدا. بابا کونی من فالوت کردم دیگه، برو پایین فالوت کردم به شخصی. آقا یا شخصی من شماره بده، یا شخصیش من فالوت کردم، بلاک نکنید. الان من شما رو میزنم. خب دمت گرم، یه شخصی. آره یه شخصی کارت دارم. دوستمون اومد بالا، ازش خواهش کردیم، گفتیم آقا شما بچه غریبین، تا سر منین، بچه غریب باید هوای همدیگه رو داشته باشه. آخه بابا کی آدرس میده؟ یارو میخواد جنگی باشه میاد، نه فوش میده نه هیچی، میزنه. روز دعوا بکنین آشتی بدین، چیکار باید بکنیم دایی؟ تو این میگه من جنگی هستم، اینم نیستی داداش. نه آقا تو اینی، ولی تو اینی، من این نیستم ولی تو اینی. بیا من اجالت میدم. آقا بابا خجالت میکشم من الان با تو حرف بزنم، به قرآن خندم میگیره. تو تهران بودی پستتو میزدم، پستت میخورد تهران. گربونت بشم تیرونی هست، گربونت بشم داشت زر صحبت کرده یاد بگی. تو ببین زندان بودی مثلا لباس سفید تنت میکرده. بچه کجایی دایی؟ جوانرود داشت. جوانرود کردی آموزا پاشاتی آموزا دجمین داین و خراب داین و تهدید نه را تو خواست نه را
برامانه بیان برادری بکرن بهتر رفیق آبون آقا سوی نام جاده یک تریبین بنیشن آقا یه قهوه یه چای دبر من میرم پایین الان فالوش میکنم تو رو خدا ادرس رو بفر من میام لاب عشقه برو پایین بیا فالو من میرم بیرون فالو میکنم کجایی آلمانی درون میگم خب تو بیا شخصی داداش اینجا که نمیشه که من 10 تا آدرس سلام بهت میدم تو باورت میشه بیا شخصی شماره تو بذار من بدونم خودتی نترسی الان قبل تو یکی رو بلاک کرد آره دیگه لاته دیگه داداش همین لاته آره من لاته میکنم خیلی هم دیدیم اینجوری کرد آره همین لاته همین لاته آره خودت هم چونه بابا چاقال چونه باره بابا شما همه صوتیم بابا کیرم تو دهن مرداد همه تون کیرم تو دهن خاندانه تو همه تون صوتیم برید بابا چونی همه تصویری هم شما فقط پشت گوشی اینجوری اینجوری میکنی هم نزدیک خواهی آدم رو نیستیم یه گوشی هم برای میفرزم بچه آقودی یکمی آب گازدارم بخور چونی برو فارسی رو یاد بگیر بعد بیا حرف بزن برو فارسی رو یاد بیا بگیر بیا جوان رود ببین بیا جوان رود برو جوان رود جوان رود کجایه داداش چونی مادر تو جوان رود من تو زندان قزل سر چونت میذاشتم برو پایین بیا جوان رود کست خار برو پایین کیرم تو دهنه برو خار مادر جنده برو پایین کیرم تو کست خار مادر فالوت کردم فالوت کردم الان شما برو دایرکتش آره دایرکتش داداش بعد آره داداش خدافظ سید خدافظ لا اله الا الله این مردم ما نمیدونیم چجوری در کنار هم بذاری با هم عشق میکنن به جای دعوا من نمیدونم اینا بگم اونم یا تازه اومدن اینقدر سرشون داغه یا که میگه بیا فلانجا میگه بیا فلانجا بابا به والله ببین نذارین من دهنم باز شه نکنین بابا بیاین با هم عشق بکنین برادری بکنین رفاقت بکنین مشتیگری بکنین همتون هم غریبی متاسفانه الان همه غریبن افتاد به جای که غریب هوای غریب رو داشته باشه به جون هم دیگه میفته چه بدبختیه آره دیگه سید الان اگه بزنیم بدبختی اینجا بخوریم بدبختی اینجا هر دوتاش آخرش به ختم میشه به پلیس اکثرا هم میان که گنده گوزی میکنن از چیزی میگم به والله توانایی خریدن یه قهوه رو ندارن برن بشینن یه قهوه سالم بخورن ندارن آقا به چتونه بشینین به درداتون برسین به خانواده هاتون فکر بکنین سید مام یواش یواش باید بریم برو داشت در پناه خدا بشی خوشحال شد خوشحال شد یا علی خدا بس هنگ برمیه میگه تو ایران فقر و فلان و مردم نون شب ندارن تو میای اینجا گند و گوزی میکنی و عربده میکشی و فلان میکنی و بیسار میکنی به جای این کارا برو یه 10 یورو نمیدونم 20 یورو 10 پوند 10 دلار بفرست به خانوادت اینجا هیچکی از زیر دوربین نمیتونه فرار بکنه هیچکی از زیر دوربین نمیتونه فرار بکنه میری 4 سال 5 سال هر کدوم تو آب خنک میخورین هیچی هم گیرتون نمیاد اگه راست میگین نگران ملتتون هستین نگران خانوادتون هستین نون شب نهرن اومدی تو غریبی آقا پول در بیا بفرست برای خانوادت انقدر اینجا نیا بگو آقا نون شب نداریم نون شب نداریم نیا اینجا گردن کلفتی بکن با مخالف عقیدت زرنگی 50 دلار 100 دلار بفرست برای خانوادت میگی تو نمی نالی میگی مردم نون شب ندارن تو الان تو که الان داری به من فحش میدی من اینجا حرف بدی به تو زدم که داری به من فحش میدی آدم بیشعور خوب بهتون میگیم فش میدی نصیحتتون میکنیم فش میدی تا
تهدید تهدید هیچ کنم آقا تو فضای مجازی هیچ که کیره یکی دیگر رو نخورده. همه تون شدین شیر پلنگ چتونه بابا؟ ادعاتون هم میشه تو مهد آزادی اومدین و دموکراسی اومدین و تو که طاقت تو که طاقت رأی مخالف رو نداری تو حق نداری بیای دم از دموکراسی بزنی. افتاد؟ میفهمی چی دارم میگم؟ تو که طاقت رأی مخالف رو نداری حق نداری دم از دموکراسی بزنی بگی فرد ما میایم براتون آزادی میاریم فلان میکنیم رژیم تغییر میدیم. زر شعور خوبه چتونه هار شدین؟ پول مفت سوشیال رو نمیدونم فلان انگار زده زیر دلتون هارتون کرده به جایی که برین خداتون رو شکر بکنین. برین خداتون شکر بکنین تو یه جایی هستین میتونین نفس بکشین کار میکنین پول در میارین کار نکنین پول در میارین. چتونه اینقدر بعد به پل پاچه هم دیگه میپیچین؟ چتونه آبروی مملکتتون رو میبرین؟ لا اله الا الله. بهت نون میدن آب میدن با فحاشی من نمیدونم پول به حسابت میریزن خونه به نامت میزنن وقتی میای فحش میدی بعد دست پاتو بذارم تو آب خنک با فحاشی تو من از میدون فرار نمیکنم. تو نبیای اینجا چپ راسته فحش بنیسی فکر میکنیم از همه الان جا میزنم. نه یه ذره به فکر خودت باش، به فکر خانوادت باش، به فکر روح روانت باش. دوستان من از مرخصی از حضورتون میخوام. آقا محمد انشالله یه بریک بگیریم یه نیم ساعت یه ساعت دیگه دوباره بیام لایف بدم دایی. از مرخصی از حضورتون میخوام. همه شما رو به خدا میسپارم. عشق من این. انشالله که همه تون با عشق در کنار هم زندگی میکنیم. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی.